سعید رو بگیریم من باش صحبت کنم. اصلا حالیم نبود که اینقدرم آدم ریخته بود اونجا. شما سوزن مینداختیم. در خدمت جناب آقای کیارش سلیمیان هستیم، کارگردان محترم نمایش هم هوایی. آقای سلیمیان، ممکنه راجع به نمایش برای ما صحبت بکنید؟ این نمایش راستش رو بخوایم مهمترین نکتهش نوشته است، یعنی داستانشه. نوشته بسیار درخشانیه. خانم معین صدری فوق‌العاده کار کرده. واقع‌گویی، روایت‌گونه بودن، منطقی بودن اتفاقات و ارتباطی که این سه تا اتفاق به هم داره انقدر زیباست که اصلا شما اگه از روش بخونین لذت می‌برین، حتی اگر تئاتری ازش ساخته نشه یا فیلمی از روش نوشته نشه. به هر حال من فکر می‌کنم که بهتره که چیزی زیاد نگم که لو نره داستان، ولی به نظر من نوشته فوق‌العاده‌ایه و قشنگ تحت تاثیر قرار میده. علاوه بر نوشته دلیل دیگه ای داشت انتخاب این نمایش برای روی صحنه بردن؟ البته اینو تهیه کننده کار خانم تینا حسینی که الان پیش ما نیستن، مادرشون فوت کرده، به قول معروف آماده کرده بودن و دلیلش روز زن بود. جریان یعنی سرنوشت یه سه زن ایرانیه در دهه 60 و 70 که روایت میشه و ایشون میخواستن برای روز زن اجرا کنن که خب مصادف شد با ایام عید و به قول معروف درگیری که مردم داشتن، تصمیم گرفتن که یک ماه دیرتر اینو اجرا کنیم. خیلی متشکرم، خسته نباشید و خدا قوت. مرسی، همینطور از شما که اومدین و مصاحبه کردین، ممنونم. ایشون آقای قاضی، من نمیدونم رفتن به کجا، به شبکه خبر، نمیدونم کجا رفتن، گفتن که ورزشکاران و هنرمندان مراقب باشن که کسانی در کمین آنها نشستن. یه دختر تو کمین تو نشسته. آقای قاضی از من خواسته شد که برم اونجا. بله از من، الان همه رو میگم، الان همه رو تا آخر میگم. به من زنگ زدن گفتن من جای دوری هستم، پاشو برو ببین خونه کاظم شلوغه، چه خبره. من رفتم، همینجوری شلوغ بود، همینجوری وسایل ریخته بود. گفتم بگم خانم اینجا آرایشگاهه. همینجور رفتم توی یهوی جسد دیدم دیگه دیوونه شدم. جسد دیدم به خدا من اینا رو نگوشتم، در خدمت خانم آزاده چاوشی هستیم از بازیگران نمایش هم هوایی. سرکار خانم، راجع به نقشتون با ما صحبت میکنید، نقشتون رو معرفی بکنید و راجع به کار بیشتر بر ما توضیح بدید. بله، من نقشی که تو نمایش هم هوایی دارم نقش خانم لیلا اسفندیاری هستش که ایشون ملقب به بانوی کوهستان بودن و متاسفانه در این راه خب جون خودش رو از دست داد و جزو یکی از بهترین و پرچالش ترین نقشایی بوده که من در زمینه تئاتر بازی کردم. یعنی خیلی خوشحالم و امیدوارم دینمو به لیلا ادا کرده باشم، به دلیل اینکه این زن هر چقدر نقش رو میخوندم، هر چقدر تجزیه تحلیل شخصیت میکردم، هر چقدر میرفتم جلو فیلماش رو میدیدم، مصاحبهاش و مستنداتش رو میدیدم، میفهمیدم که چقدر این زن قوی بوده، چقدر مستقل بوده، چقدر دلش بزرگ بوده، چقدر پر از امید بوده. و فهمم رأیش رو زن. هنوز که هنوزه میگن ناصر بردش گله، ناصر اینجوری کرد، ناصر اونجوری کرد. الان هم که خودم میخوام برم کیتو، میگن میخواد بره پوزه ناصر رو بزن. مادر ناصر تو سوپری محله میبینم، یه جوری با من سلام علیک میکنه، اینطور اصلا نمیشناسه. تو دنیای متاسفانه زن ستیز کشور ما که خب شما میدونید که خیلی فضای، یعنی خیلی فاصله بزرگی زیادیه بین مرد و زن، خیلی تلاش کرد که این فاصله دیده نشه و در واقع
به خواسته های خودش برسه، علارغم تمام مشکلاتی که هم به لحاظ زن بودن و هم به لحاظ خیلی چیزهای دیگه جلوی پاش بود، ولی در واقع همه اونا رو پشت سر گذاشت و به خواسته و ایدالش هم در نهایت رسید و یکی از زنای کوهنورد بزرگ ایرانه که خیلی افتخارات واسه ایران در واقع به دست آورد. ولی فکر میکنم متاسفانه در زنده بودنش اونطور که باید و شاید ازش تقدیر نشد و به خواسته خودش جسدش در کوه موندش و دوست داشت که تو کوه بمونه و خانوادهش هم بنابه در واقع وصیت‌نامه‌اش به خواسته اون احترام گذاشتن و گذاشتن که اونجا بمونه. پس از نمایش همهوایی، جناب آقای آرمان چطور بود نمایش؟ عرضم به حضورتون که من بیشتر از انتظارم بود چیزی که دیدم. به هر حال با تجربه‌ای که بچه‌ها دارند، متن خیلی سختیه، متنی که گفتار محور بدون حرکت، سه تا بازیگر نشستن و دارن این دیالوگ ها رو میگن، خیلی سخته که 80 90 دقیقه تماشاچی ها رو بشونن روی صندلی و به نظرم پسش بر اومده بودن. پس به نظرتون نمایش موفقیت‌آمیزی بود؟ آره، نمایش موفقی بود به نظرم و خوشحالم که اومدم و دیدم. به نظرم باید حمایت کرد از این بچه ها. اجرای بسی که دو تا اجرای دیگه هم دارن، ولی با سه تا اجرا به نظرم خیلی کمه با جمعیتی که ایرونی ها هستن توی تورنتو. فکر می‌کنم دومین شهر پر جمعیت ایرونی هستیم بعد از لس آنجلس. جا داره که بیشتر تشویق بشن، مردم بیان ببینن و این حمایت هایی هم که شما و شبکتون میکنید خیلی خوبه. امیدوارم که بیشتر هم بشه مردم بیان این کار خوب ببینن. خیلی متشکرم، شبتون بخیر. شب بخیر خانم. از همه سعید یه تیکه استخون پا تو عراق مونده بوده. منو یادتون نمیاد؟ ما همونی هم که 14 سال پیش اومدم خونه ستارخان. فکر کردی ما کی هستیم؟ اون بالا آدم اصلا مغزش کار نمیکنه، چه برسه بخواد نقشه بکشه. من خلبانم، باید بپرم برم بشینم پشت میز. راست میگه، از اولم به هم گفته بود بچه رو نمیشه قایم. منم دلم میخواد برم بالا، ولی همین که میگم همه یه جور مسخره نگاه میکنن.